بسم الله الرحمن الرحیم. قل من رب السماوات والارض. قل الله. قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا لله شرکاء خلقو که خلقهی فتشابه الخلق علیهم. قل الله خالق کل شیئن و هو الواحد القهار. مقام سوم که بیان توحید ربوبی خدای سبحان بود، ادله اقامه شد که دلالت میکرد رب العالمین هو الله است بلا غیر. اونگاه به مشرکینی که در توحید ربوبی شرک می‌ورزند، یعنی غیر خدا را عبادت می‌کنند، مخاطب قرار می‌دهد به وسیله رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون اونها استحقاق خطاب ندارند. به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اینها که غیر خدا را به عنوان رب اتخاذ کرده‌اند سندشون چیست؟ باید موجودی را عبادت کرد که او یا مالک و مدبر باشد یا خالق، که تدبیر هم به خلقت برمیگردد به اون دو بیانی که قبلا عرض شد، یا روی تلازم یا روی استلزام. یا برای اینکه تدبیر خود نحوی از خلقت است، یا کسی باید مدبر باشد که اشیا را آفریده باشد و از ذات و اوصاف اونها با خبر باشد. اگر مبدعی خالق نبود، ذات و اوصاف چیزی را ندانست، قدرت تدبیر ندارد. فرمود از این مشکینی که غیر خدا را عبادت می کنند بپرس که آیا این شرکای اینها به این بت‌ها کاری کردن یا نه. شما اگر غیر خدا را می‌پرستید، در این عبادتتون یا باید برهان عقلی داشته باشید یا برهان نقلی، یعنی یا وحی سماوی این کار را دستور داده باشد یا عقل به این حکم فتوا داده باشد. زیرا اگر یک کاری را نه عقل قاطع و نه دلیل قطعی او را تجویز نکرد، انجام اون عمل کورکوران است. لذا در این آیات می‌فرماید همونطوری که نابینا و بینا مساوی نیستند، همونطوری که تاریکی ها و نور مساوی نیستند، بت‌ها هم مساوی خدا نیستند. زیرا خدا هم ملک آسمان و زمین به دست اوست، چون او مالک است، هم ملک به نفوذ سماوات و ارض به دست اوست، او چون ملک است، هم تبارک الذی بیده الملک، هم سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. این هم ملک است هم مالک. ولی این بت‌ها لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اونها مالک سود و زیان خود نیستند، فزدن از سود و زیان شما. بنابراین مالک و غیر مالک یکسان نیستند، چه اینکه اعما و بصیر یکسان نیست، چه اینکه ظلمت و نور یکسان نیست. در سوره نحل این چنین فرمود، آیه 17 سوره نحل: افمن یخلقو کمن لا یخلق افلا تذکرو. خالق و غیر خالق یکسان نیستند. بنابراین شما که بت‌ها را می‌پرستید، یا باید در مقام تدبیر کاری از اونها ساخته باشد، یا در مقام خلقت و آفرینش اونها سهمی داشته باشند. اونها نه خالقند
و نه مالک. پس شما غیر خالق را به منزله خالق قرار دادی، در حالی که افمن یخلقو که من لا یخلق. خالق و غیر خالق مساوی نیستن، اونطوری که بینا و نابینا یکسان نیستن، اونطوری که نور و ظلمت یکسان نیست. و همین بت‌هایی که شما میپرستید امواتند، که اینکه در همین سوره نحل آیه 21 آمده امواتون غیر و احیا، اینها مردگانی هستند که از حیات بهره‌ای ندارند، در حالی که خدای سبحان هو الحی الذی لا یموت، او زنده است. معبودین شما مردند. در جای دیگر فرمود ولا یستوی الاموات و الاحیا، مرده با زنده یکسان نیستند. به تعبیرات گوناگون می‌فرماید بت با خدا همسان نیست، اونطوری که مرده با زنده همسان نیست، اونطوری که خالق با غیر خالق همسان نیست بماند. اگر اینها خالقند، سند ربوبیت اونهاست، می شود دلیل عقلی. و اگر معبودند، این عبادت اینها را و ربوبیت اینها را یا باید از راه برهان عقلی حل کنید، بگوید اینها خالقند و هر خالقی رب است، اینها ربند. اینها خالقند و هر خالقی را باید عبادت کرد، اینها را باید عبادت کرد، می شود این برهان منطقی. یا این مطلب را که اینها معبودند و استحقاق عبادت دارند از یک وحی سماوی به ما ارائه بدید که در کتاب انبیای پیشین آمده باشد که باید بت‌ها را پرستید. لذا در چند جای قرآن فرمود سخن اینها نه به برهان عقلی متکی است، نه به وحی سماوی متکی. در همین آیه محل بحث سوره رعد فرمود ام جعلوا لله شرکاء که خلقو که خلقهی، آیا برای خدای سبحان شریکی قرار دادن که اون شرکا مثل خدا چیزی را آفرید؟ فتشابه الخلق علیهم، این آفریدن امر را بر اونها مشتبه کرده، لذا این بت‌ها را پرستیدن. چیزی که اینها را به شبهه انداخت در بت‌ها هست؟ آیا کاری نظیر کار خدا کردند که امر بر اونها مشتبه شد لذا شرکا را پرستیدن؟ ام خلقو که خلقی، خلقو این بت‌ها چیزی را مانند خدا آفریدن که فتشابه الخلق علیهم، آفریدن بر اینها مشتبه شده و کار را بر اینها مشتبه کرده، به شبه افتادن؟ هرگز این چنین نیست. قل الله خالق و کل شی، به اینها بگو چیزی نیست که مخلوق خدا نباشد. هر چه در جهان سهمی از شیئیت و هستی دارد فعل خداست. قل الله خالق و کل شی، چرا؟ چون هو الواحد القهار، او واحدی نیست که ثانی بردارد، او واحد قاهر است. اگر واحد قاهر است لا شریک له، اون واحدی ثانی برمی دارد که وحدتش قاهره نباشد، وحدت قاهره غیر نمی گذارد. اگر عرض یک موجودی است واحد، ثانی برمی دارد. اگر آسمان یک موجودی است واحد، ثانی برمی دارد. اگر انسان موجودی است واحد، ثانی برمی‌دارد، زیرا هیچ یک از این وحدت‌ها وحدت قاهره نیست و هیچ کدام از این واحدها واحدهای قهار نیستند. واحد قاهر آن است که جمیع ما سوا را تحت قهرش قرار بدهد و چیزی در برابر او نباشد. اگر غیری در برابر او باشد و شریک او باشد، اون غیر هم واحد است مثل این، این هم واحد است مثل او. نه وحدت او قاهر است، نه وحدت این قاهر است، نه او قهار است و نه این قهار.
اگر وحدت قاهره بود همه ما سوا را مقهور کرد، جا برای شریک نیست. اگر خدای سبحان یک موجودی بود نامحدود، جا برای غیر نمیگذارد. اگر یک موجود محدودی بود حدش تمام میشود، جا برای غیر باز است. اگر موجودی بود که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اگر موجودی بود به کل شیء علیم، موجودی بود به کل شیء محیط، میشود موجود نامحدود. اگر یک حقیقتی نامحدود شد، جا برای غیر نمیگذارد، لذا وحدتش میشود قاهره. خدا واحد قهار است و با همین نام مبارک اگر در قیامت ظهور کرد، بساط آفرینش جمع میشود. اون روز سوال میکنند لمن الملک اليوم؟ لله واحد قهار. اگر خدا وحدتش قاهره است، جا برای شریک نمیگذارد. اگر وحدتی داشته باشد که جا برای شریک بگذارد، اون وحدتش وحدت قاهره نیست، مثل وحدت دیگر موجودات است. دیگر موجودات واحدی هستند که ثانی و ثالث برمی‌دارند. وحدت وقتی نامحدود شد، اون شیء واحد نامحدود شد، جا برای غیر نمیگذارد که غیر بیاید اون خلاء را پر کند، اون گوشه را غیر به عهده بگیرد و مانند آن. چون هو الواحد القهار، پس خالق کل شیء است. صدر آیه میشود مدعا، ذیل آیه میشود دلیل. الله خالق کل شیء. چرا؟ لأن له وحدتا قاهره، وحدت قاهره جا برای شریک نمیگذارد که شریک بیاید گوشی از کار را به عهده بگیرد. صادر اول او محتاج نیست که صادر اول و ثانی داشته باشد، کل عالم را او آفرید. ولی موجودات نازله اگر بخواهند فیضی بگیرند، نوبت فیضیابی اینها بعد از گذشت موجودات دیگر است. او احتیاج ندارد به اینکه به این درخت فیض برساند، از راه‌هایی بگذرد. درخت محتاج است که اگر فیضی بگیرد، از وسائط فراوان فیض دریافت کند. نه، خالق کل شیء است. چون خود باران و پیدایش باران و بارش باران همه و همه مجاری فیض اوست، چون که در بحث‌های قبل گذشت. این طور نیست که او خالق اولی باشد، بعد موجودات دیگر فیض را از او بگیرند و به موجودات بعدی برسانند که بشود تفویض، و الا میشود محدود. موجود نامحدود هرگز نیازی به غیر ندارد. این اغیارند که اگر بخواهند از خدای سبحان فیض دریافت کنند، نیازی دارند که از مدبرات امر فیض دریافت کنند. ولا سراسر عالم سپاه حق است، لله یرود و سماوات و الارض. چیزی در عالم نیست که از مهرهای سپاه الهی بیرون باشد. هر موجودی سربازی از سربازان خدای سبحان است. این معنا را قرآن کریم همونطوری که ملاحظه فرمودید از ساده ترین بیان شروع کرده تا به عمیق ترین بیان. در سوره اعراف می فرماید به این که این بت‌ها که دست و پا ندارن راهی برن، چرا اینا رو می پرستید؟ این بیان ساده است. در سوره حج یک مسئله ذکر فرمود یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا، مردم یه مسئله بیان شده گوش بدین. و اون اینه که این بت‌ها قدرت آفرینش یک مگس رب ندارن. اما در سوره قاطر و در سوره احقاف سخن از مسهل نیست، سخن از خلقت مگس نیست، سخن از یه بحث کلی عقلی است. می فرماید این کاری که شما انجام می دهید، عبادتی که می کنید در برابر بت‌ها، این را یا باید برهان عقلی تأیید کند یا برهان نقلی قطعی، که در سوره احقاف گذشت، در سوره فاطر هم گذشت. و این حرف مال اوساط از مردم نیست، با ضعاف و اوساط
این چنین برخورد میکند قرآن کریم، اللهم ارجلون یمشون بها ام لهم ایدین یبتشون بها، آیات سوره اعراف که گذشت، یا آیاتی که در اواخر سوره حج بود که این بت‌ها قدرت آفریدن یک مگس رو هم ندارن، و این یسلب هم الزباب و شیئن لا یستنقذهمن ضعف الطالب و المطلوب مانند. و اما در سوره فاطر این چنین برهان قائم میکنه، در آیه 40 سوره فاطر این طور است: قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله، ارأیتم این اخبرونی، درباره این بت‌ها گزارش بدید که اینا چیکارن. ارونی مازا خلقوا من الارض، آیا اینها در زمین چیزی را آفریدن؟ ام لهم شرکون فی السماوات، یا در آسمان ها سهمی دارن، اون سهمی که شریک دارن، که با این برهان عقلی عبادت اونها را تصحیح کرده باشی. ام آتیناهم کتابا فهم علا بینت من، ما وحیی فرستادیم، پیامبری فرستادیم، در هیچ کتاب آسمانی گفتیم که بت پرستی کنید که علا بینتن باشی، حجت الهی داشته باشی؟ اگر دلیل عقلی ندارید و اگر برهان نقلی ندارید، جز فریب و نیرنگ چیزی در کار نیست. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، در غرور و فریب و نیرنگ به سر میبرید. بت پرستی یک فریب و نیرنگ است. این حرف مال ضعاف از مردم یا اوساط از مردم که نیست، برای مردم عادی این طور نمی شود تحلیل کرد که یک حرف را یا باید برهان عقلی تبیین کند یا نقل قطعی. برای دیگران که ناسند میگوین یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، این بت‌ها قدرت آفرینش مگس هم ندارند. اما این که امر خارج از این دو قسم نیست، مطلب را یا عقل قطعی یا نقل قطعی باید تأیید کند، این مال اون متفکران شد. همین معنا را در سور دیگر هم بیان کرده، در سوره زخرف همین معنا بیان شده، آیه 20 به بعد سوره زخرف می فرماید: و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلک من علم ان هم الا یخرسو ام آتیناهم کتابا من قبله فهم بهی مستمسکو. اینها که بت پرستی را به حساب خدا می آورند و می گوید این خواست خداست، اگر خدا نمی خواست ما عبادت نمی کردیم بت ها را، آیا ما به وسیله وحی سماوی در یکی از کتاب های انبیای پیشین این مطلب را به اینها گفتیم؟ به اینا کتابی دادیم که در اون کتاب آمده باشد که شما بت پرستی کنیم؟ ام آتیناهم کتابا من قبلهی، یعنی قبل از قرآن کتابی آمده اونها را به بت پرستی ترغیب کرد. فهم بهی مستمسکو، به این کتاب قبلی تمسک کردن. در آیه‌ای که قبلا خونده شد این بود در سوره فاطر، فرمود به این که آیا ما به اینها کتابی دادیم، وحی دادیم که فهم علا بینت من، دلیل الهی داشته باشن. در سوره زخرف میگوید ما به اینها کتابی دادیم فهم بهی مستمسکو، به این وحی تمسک کردن و بت پرستی را به استناد وحی تصحیح کردن. قهرن در همه این موارد که فرمود یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی، هیچی که از این دو نداری، اونگاه در سوره شورا می فرماید بعد اینکه در اصل توحید و نبوت با اینها بحث و گفتگو پرداخت، در سوره شورا آیه 16 می فرماید والذین یهاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهزتون عند ربهم، دلیل اینها فرو ریخته است، هالک به باطل است، دلیلی ندارند.
اگر نه برهان عقلی بود و نه دلیل نقلی معتبر، پس حجت اینها داهز است، یعنی باطل است. و حالیک حجتهم داهزتون عند ربهم و علیهم غضبون و لهم عذابون شدید. اونگاه می‌فرماید سخنی برای این بت پرست ها نمونده، دلیل عقلی یا نقل معتبر برای اونها نمونده، یا پناه میبرم به همین آثار ملی بودم، یا تکیه میکنن به اون مذهبهای خودساخته جبر برای عبادت بت‌ها. دلیل عقلی نداشتن و دلیل نقلی هم وحی معتبر نبود، یا پناه میبرن به همین آثار ملی که این جزء آثار باستانی ماست، پدران ما، نیاکان ما برای اینها حرمت قائل بودند و ما هم تابع آثار نیاکانیم، یا به مکتب مشعوم جبر که اون هم جزء دسیسه های ادعی بود تکیه میکنن. در سوره زخرف میفرماید وقتی ما از اینها میپرسیم چرا بت‌ها را میپرستید، دو جواب به ما میدهند. این دو جواب ظاهرا مال دو گروه است، نه مال یک گروه، چون بین این دو جواب خیلی فرق است. در همون سوره زخرف آیه 20 به بعد آمده که وقالو لو شاء الرحمنو ما عبدناهم، این خواست خداست که ما بت‌ها را بپرستیم، اگر خدا نمیخواست ما بت پرست باشیم، چون به کل شی قدیرت جلوی ما رو میگیره، از این که ما بت‌ها را میپرستیم و خدا جلوی ما را نمیگیرد معلوم میشود خواست خداست. قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، جواب میفرماد ما لهم بذالک من علم ان هم الا یخرسون، روی خرس و تخمین و گمان سخن میگویند. برای اینکه خواست خدا را از کجا کشف کردن؟ ما به اینها دستوری دادیم در کتاب آسمانی، یه همچی چیزی که نبود. ام آتینا هم کتابا من قبلهی فهم بهی مستمسکون، که به اون وحی تکیه کنن بگوین به دلیل قول خدا در فلون کتاب آسمانی ما میدانیم که این کار مرضی خداست، این که نبود. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امتن و انا على آثارهم مهتدون، چون نیاکان ما، پدران ما این روش را داشتن، ما هم دنبال روی نیاکانمونیم. این جزء آثار ملی ماست، آثار باستانی ماست، گذشتگان ما میپرسیدن، ما هم رها نمیکنیم. حرفی در برابر انبیا ندارند، میگوین این روش پیشینیان بود، ما هم ادامه میدیم. این حرف با اون سخن خیلی فرق میکنه. اون سخن در قرآن کریم در موارد عدیده آمده، به صورت یک قیاس استثنایی دلیل جبری هم هست که اگر خدا نمیخواست ما نمیکرد، که این اگر بحث به اون آیات مناسب رسید درباره اون آیات مناسب هم باید مستوفا بحث بشد انشاءالله. بین این دو بیان خیلی فرق است. عده‌ای میگوین چون نیاکان ما این کارو میکردن، ما دنبال روی اونها هستیم. این در تحلیل یک سنت ملی در میاد ولا غیر. اما اون اولی به صورت یک قیاس استثنایی است، یک حجت جبری است که اگر خدا نمیخواست جوری ما رو میگرفت، چون خدا میخواهد ما عبادت میکنیم. اونجا باید بین اراده تشریع و اراده تکوین فرق گذاشت به مانند آن. بله، او رو محققینشون میگوین، میگوین به این که این کارهایی که ما میکنیم و کارهایی که گذشتگان ما میکردن مرضی خداست. لو یشاء الله ما عبدناه ولا حرمنا من دونی من شی ولا آباؤنا، ما و پدران ما اگر چیزی را میپرستیم و اگر چیزی را تحریم میکنیم خواست خداست.
این سخن یک بت پرست متفکر است که کار خود را و کار نیاکان خود را رو مکتب دست بافت خود به نام جبر توجیه میکند. اما توده بت پرست میگوید چون پیشینیان میپرستیدن ما هم دنبال روی اونهاییم. بین این دو تا حرف خیلی فرق است. اونها رو مکتب جبر هم سخنان خود را هم سخنان نیاکان خود را تصحیح میکنن، میگوین ما عبدنا من دونهی من شیء ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونهی من شیء، ما عبدناهم ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونهی شیء، که این مضمون بعضی از آیاتی است که قرآن از اینا نقل میکنن. میفرماید حرفشون این است که اگر بت پرستی مرضی خدا نمی بود و تحریم کردن و تحلیل کردن مرضی خدا نمی بود، این چیزایی که ما حلال کردیم، این چیزایی که ما حرام کردیم، اگر مرضی خدا نمی بود نه ما این قدرت داشتیم نه نیاکان ما. اونجا که خدا می فرماد که الله اذن لکم ام علی الله تفترو، این افتراها که می بندید چی حلالت چی حرام است کی به شما گفت، اونجا می گویند کار ما و کار نیاکان ما مرضی خداست. اگر مرضی خدا نبود خدا جلوی ما رو میگیره که بین تکبیر و تشریع خلط کردن. این سخن یک بت پرست عامی نیست که با یک قیاس استثنایی مکتب جبر رو توجیه کنه. وقتی انبیا می آمدن اونها رو به توحید دعوت میکردن، اینها در برابر انبیا میگفتن که شما آمدید لتلفتنا عما وجدنا علیه آباءنا، آمدید ما را از آثار گذشتگانمون از آثار نیاکانمون منصرف کنید. این حرف توده مردم بود. اما متفکرینشون که یا واقعا معتقد بودن یا خواستن سرپوشی رو این مرام باطل بگذارن، هم کار مردم را هم کار خود را هم کار نیاکان خود را رو مکتب جبر توجیه میکردن، گفتن اگر خدا نمیخواست ما این کار رو نمیکردیم. بنابراین بین این دوتا حرف خیلی فاصله است. هدایت هم برای عوام است، هدن لناس است، برای مردم است، هدن لناس است، ذکرال البشر است. مردم را چون الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، هر کسی را به اندازه استعداد او باید هدایت کرد. برای توده مردم در حد مثل زدن و نصیحت کردن و مانند آن، و برای محققینشون در حد برهان عقلی، سخن را باید طوری طرح کرد که عوام بفهمد و محقق انگشت نقد نگذارد. باید اینچنین قرص حرف زد که عوام بفهمد، محقق نتواند اشکال بکند. و این دعوه قرآن کریم است. هیچ بحثی نیست مگر اینکه قرآن کریم با این دو رکن پیاده میکند. حرفی نمیزند که مردم نفهمند و حرفی هم نمیزند که هیچ محقق قدرت اشکال داشته باشد. یک کتاب فلسفی خالص نیست که یک دست برهان عقلی باشد برای اوهدی مردم سخن بگوید. یک کتاب امثال هم نیست که یک دست برای مردم داستان بگوید که جای نقد محققین باز باشه. با این دو رکن سراسر قرآن تنظیم شده است. هیچ مطلبی نیست که عوام نفهمد و هیچ مطلبی هم نیست که محقق قدرت اشکال داشته باشه. لذا در کنار هر مطلبی برهان او ذکر شده است، همون برهان قطعی را سند اون مطلب می‌داند، بعد او را به عبارتهای گوناگون با مثلها با تنظیرها با ذکر شواهد به نظائر آن عوام را روشن می کند. لذا احدی یوم القیامه حجتی پیش خدا ندارد. ان القرآن معدوبت الله، بیان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که این سفره عالمی است. هیچ کسی نمی تواند بگوید من درس خونده نبودم نمی توانستم بفهمم، چون قرآن نون قدر مشکل سخن میگوید که ساده ترین فکر نفهمد و نه حرفش بی مأخذ است که کسی قدرت اشکال داشته باشد. این تحدیث که کرده است، الیوم هم این مبارزه را در بر دارد، تحدی میکند، دعوت به مبارزه میکند.
حالا شما هم مثل این بیارید. اینه که امیر المؤمنین سلام الله علیه به پسرش ابن حنفی میفرماید که درجات بهشت به عدد آیات قرآن کریم است. به این فکر نباش که در حد اوائل وسط ها بمونی، اقرأ ورقه بخوان و بالا برو. برای اوساط از مردم سخر از اذکر و نعمتی التي انعمت علیکم است. برای اوحدی و خواص از انسان های کامل فذکرونی از کرکم است، نه اذکر نعمتی التي انعمت علیکم. نه به یاد نعمت های من باشی و منعم را بپرستی. سخن از نعمت نیست، سخن از ذات من است. به یاد من باش تا من به یاد تو باشم. همه را قرآن کریم پرورون، هم ضعاف و اوساط مردم را، هم محققین و علما و متفکرین را. در بین وثنیین همونطوری که در بین موحدین مردم یکسان نیستند، لهم درجاتون که در سوره انفال است، بلکه هم درجاتون که در سوره آل عمران است، خود مردم درجه هم این طور نیست که مردم در گوهر ذاتشون یکسان باشن در عوارض بیرون فرق بکنن، بلکه خود مردم درجات هم. آیات قرآنی هم این چنین است. موحدین اگر چند درجه هم، مشرکین هم به شرح ایزن اونا هم چند درجه هم. یک عامی مشرک میگوید این سنت نیاکان من است. یک محقق مشرک میگوید لو شاء الرحمن ما عبدنا من دونه من شيء. او با قیاس استثنایی جبر را تثبیت میکند، کار خود و نیاکانش را با جبر توجیه میکند که اگر خدا نمیخواست ما و گذشتگانمون بت‌ها را نمیپرستیدیم. این مشرک عامی میگوید این روش کهنسالان ماست و روشی است که دیگران داشتند، ما هم دنبال روی اونهاییم. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مهتدون. که این دو طرز فکر خیلی با هم فرق میکنن، چون که اکثری مؤمنین هم این چنینن، با اون اوحدیشون فرق میکنن. در آیه محل بحث سوره رعد که سخن از نابرابر بودن بینا و نابیناست و ظلمت ها و نور است، این مطلب روشن میشود که خالق با غیر خالق یکسان نیستن و مشرکین اینها را یکسان قرار دادن، لذا در قیامت به این وضع مبتلا میشون. در قیامت از اینها سوال میکنن که چه کردی؟ در سوره شعرا آیه 98 این است. در قیامت به جرمشون اعتراف میکنن، میگوین از نسویکم برب العالمین. در قیامت وقتی گرفتار عذاب شدن به بت‌ها میگوین ما شما را با خدایی که رب العالمین است مساوی کردیم، خدا را باید میپرستیدیم، شما را پرستیدیم. خدا معبود بود نه شما، شما را مساوی و مستوی با رب العالمین کردیم. از نسوی کم به رب العالمین. بنابراین بت‌ها با خدا یکسان نیستن، بت‌پرست با مؤمن یکسان نیست. در همین سوره رعد راجع به طرز تفکر یک مادی و بت‌پرست که به جای تکیه نمی کند آیه است. افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت. آیه 33 همین سوره رعد می فرماید افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت. اون کسی که قیم هر انسان است و قیم همه اعمال اوست و همه اعمال او را حفظ می کند و همه اعمال او را به پایان میرساند، او خداست. اون که قیم مردم است با جمیع شؤونی که برای مردم هست. افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، او خداست. ولی مشرکان
کارشون این بود. و جعلوا لله شرکا، برای خدا بت‌ها را شریک قرار دادند. خدای سبحان به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید قل سموهم، این بت‌ها را تسمیه کنید، نام ببرید، اینا کیه؟ اوصافشون رو، نشانه هاشون رو، سمه و علامتشون رو بیان کنید، اینا چیکارن؟ اینا علیمن، قدیرن، حین، مدبرن، مالکن. شما گفتید که هبل است، یکی کذا و کذا و کذا. سموهم، ببینیم اینا چیکارن در عالم. خلقت با اینهاست، تدبیر با اینهاست. سموهم نه یعنی نام اینها رو ببرید، یکی بگه ود است، یکی بگه هبل است، یکی بگه یغوس است، یکی بگه یعوق است. این تسمیه که به درد نمیخورد. یعنی اوصافشون رو ذکر بکنید، ببینیم شایسته ربوبیت و خالقیت هستن یا نه. سموهم، چون را قدرت تسمیه ندارن، تسمیه‌ای که بتواند در برهان نقش داشته باشد، نه اسم این بت‌ها چیست. اسم این بت‌ها که معروف بود و خود را هم به نام این بت‌ها مفتخر می‌کردن. یکی می‌شد عبد ود، عمر ابن عبد ود، ود نام بتی از بت‌ها. یکی می‌شد عبدالعزا، یکی می‌شد کذا و کذا. نام‌های این بت‌ها مشخص بود، به قرآن کریم هم نام‌های اینا رو بود. این نام نقشی ندارد، همون سموه اینا رو نام ببرید به اوصافشون، به کمالاتشون، ببینیم آیا اینا کاری هستند در عالم خلقت به تدبیر یا نه. سموه ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض، این چنین نیست، شما نمیتوان تسمیه کنید و این بت‌ها را توصیف کنید، بلکه خدا را با خبر میکنید از چیزی که نمیداند. یعنی به خدا میگویید ها اولای شفعا اونا و امثال ذلک، که خدا نمیداند. نمیداند یعنی در جهان نیست، چون اگر بود او به کل شیء علیم بود، باید میدانست. اگر یه همچیزی در جهان بود خدا میدانست، چون او به کل شیء علیم است. در آیات دیگر هم این مضمون آمده که تنبئونه بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، این مضمون هم در آیات دیگر آمده. یعنی شما مطلبی را میگویید که خدا نمیداند، یعنی نیست، چون اگر بود او میدانست. پس خلاصه حرفتون در بت پرستی و جعل شرکا چیه؟ فرمود ام به ظاهر من القول، یه حرفی است بی معنا، ظاهری است بی باطن. میگویند ها اولای شرکا اونا، اما این حرف معنا ندارد، باطن ندارد، زیرا دلیل است که باطن سخن است، دلیل است که سند سخن است. اگر سخنی نه به برهان عقلی تکیه کرد، نه به برهان نقلی، میشود ظاهر قول، قول ظاهر بدون باطن، که این ام منقطع است، یعنی بل حرفشون به ظاهر بل قول است. ام به ظاهر من القول، این مضمون در سوره و نجم آمده به این صورت، آیه 19 به بعد سوره و نجم. فرمود این بت‌هایی که میپرستید، افرأیتم اللات والعزا، افرأیتم یعنی اخبرونی، افرأیتم اللات والعزا و منات الثالثه الاخرى، لات یکی، عزا دوتا، منات که بت سوم است سه تا، و منات که منات الثالثه الاخرى بت سومی است. اونگاه میفرماید این هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اینا فقط نامهایی است که شما به این چوبها دادید، فقط اسم خالی است. همین به ظاهر من القولی که در سوره رعد آمده، فقط یه اسم خالی است، جز اسم چیزی دیگر نیست. این هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، چون ها میگفتن که روش نیاکان ما را ما باید ادامه بدیم، قرآن همونها را
و هم نیاکانشون رو تخلیه میکند. میگوید شما و نیاکانتون نامهای بیمعنا به این چوبای خوش دادید. این هیه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطانی. هیچ برهانی از طرف خدا نیامده. سلطان همون برهان است که بر وهم و خیال مسلط است. دلیل وقتی بر وهم و خیال مسلط شد به او میگوین سلطان، حجت را سلطان مینامن. در قرآن این تعبیرات هست که شما سلطان ندارید، یعنی حجت و برهان ندارید. در این کریمه فرمود خدا سلطان نازل نکرده، وحی سماوی سلطان است، مسلط بر وهم و خیال و امثال ذالک است. همون خدا دلیلی نازل نکرده. ما انزل الله بها من سلطان ان یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس. اینها تابع گمان و میلن، هر چه میلشون خواست میکنن و هر چه گمانشون به اون سمت شد میپذیرن. انسان یک بعدی دارد که با اون بعد میاندیشد، به فکر دارد. یک بعدی دارد که با اون بعد گرایش دارد. و به اصطلاح یکی را عقل نظری میگویند، یکی را عقل عملی. به ما گفتند در مسائلی که مربوط به عقل نظری است با قطع و یقین کار کنید، نه ظن و گمان. در مسائل عقل عملی هم بکوشید که خیر و حق را اطاعت کنید، نه دلخواه را بپسندید. برای سرزنش مشکین می فرماید اینها هم در مسائل علمی به یقین و قطع نرسیدن با گمان کار می کنن، هم در مسائل عملی به دلخواه رفتار می کنن، نه طالب خیر باشن. به ما گفتن بکوشید در مسائل عملی اون چه که خیر است اطاعت کنید و به دنبال خیر حرکت کنید، نه به دلخواه. در مسائل نظری هم با یقین و قطع کار کنید، نه با ظن و گمان. این دو فضیلت که برای موحدین است برای مشرکین نی. اینها در مسائل نظری به مظنه اکتفا میکنن، در مسائل عملی هم به دلخواه رفتار میکنن، نه تابع حق باشن و خیر باشن. خیلی فرق میکنن. در اونجا فرمود سموهم، شما نام اینها رو بگید ببینیم آیا شایستن برای عبودیت ربوبیت یا نه. علیمن، قدیرن، حیین، مالکن، مدبرن، چیکارن. اینا فقط نامی، یکی چوبه، یکی سنگه، یکی گله، یه نامایی هم شما گذاشتید. و اینها را که بت نامیدید نامیست که به ظاهر من القول است. ما انزل الله بها من سلطان، خدا برهانی از آسمان و راه وحی نازل نکرده که اینها سمتی داشته باشند. دلیل عقلی که ندارید زیرا خلق نکردن، دلیل نقلی که ندارید چون وحی نازل نشده. اگر یک روشی نه به عقل تکیه کرد نه به نقل تکیه کرد، هم اندیشه می شود تبعیت زن، هم عمل می شود دلپسند. لذا فرمود در مسائل نظری کارشون این است ان یتبعون الا الظن، در مسائل عملی کارشون این است و ما تحول انفس، هر چی دلشون بخواد. چون اگه نام گذاری میکردن که حجت تمام نمیشد. قل سموهم، خب نام میبودن، این هبل است، چی میشد؟ این لات است، اون عزاست، اونم منات است، اونم ود است، اون یعوس است، اون یعوب، مشکل حل نمیشد. این در مقام احتجاج است. سموهم ببینیم اینا چیکارن، اینا چه سمتی دارن، چه سمه‌ای دارن، چه علامتی دارن که شایسته ربوبیت باشن و شما اینها را بپرستید. و الا خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌دانست که بت‌ها اسمش چیه. مردم هم خود را بنده همین بت‌ها می‌نامیدند، یکی عبدالعزا بود، یکی هم عبدود بود و ماننده. نه این نام‌ها مجهول بود، نه بردن نام در یک جلسه استدلال مشکلی را حل می کند. قرآن فرمود سموهم،
اینا رو تسمیه کنید ببینیم، یعنی اوصافشون، علامتشون، نشانه هاشون، برجستگیاشون رو بگیرید ببینیم آیا شایسته ربوبیت هستن یا نیستن. اینه که در اونجا جواب ندادن، فرمود قل سموهم، اونا نمیتونن تسمیه کنن. این ام دوم منقطع است، ام سوم منقطع، ام سوم که یقینا منقطع است، یعنی حرفتون حرف ظاهره من القول است، سندی ندارد، حرفی که نه دلیل عقلی او را تأیید کند نه برهان نقلی از او حمایت کند میشود به ظاهره من القول. و این دو خصیصه‌ای که باید برای انسان کامل باشد هیچ کدام برای بت‌پرست نبود، زیرا بت‌پرست در مسائل اعتقادی به گمان کار میکند نه به یقین، در مسائل عملی به دلخواه کار میکند نه تابع حق و خیر. این یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس، اما ولقد جاءهم من ربهم الهدى، از طرف خدای سبحان برای اینها هر گونه هدایتی هم آمده که اینها باید در مقام علم و عمل تابع اون باشند. الحمدلله.